که سر یک روپه ده قطره عرق ما چکیده. 450 خانواده بیجا شدن. چون میشد خانه بیارم شد میگه که ما پیسه میتونیم دیگه معلوم نیست. سلام، سلام خدمت تمام شما هم بزنان و مهربان. امیدوارم هر کجای که هستن خوب و صحتمند و سرحال باشن. من فیاض نجمی هستم، امروز با یک گزارش جدید خدمت شما وطندارا آمدیم. بازم سپاس از تک تک شما که از هر گوشه و از هر کنار همیشه گزارش شما رو دنبال میکنیم. وطندارای مهربان، قراره که امروز ما آمدیم در قسمت چهارراهی شهید شهر کابل هستیم. در این روزها شاید تخریب سازی های جاهایی که بیشتر و بیشتر سرکایی که قبلا ساخته نشده بود در این روزها بیشتر بیشتر تخریب میشه، جایی که عامل منفعه بود و کسایی گرفته بودند و خانه های خود ساخته بودند. اما امروز از طرف شهربالی کابل و امارات اسلامی بیشتر بیشتر توجه صورت میگیرد تا اینکه تخریب سازی میکنند. ما امروز هم شاهد تخریب سازی یکی از سالن های عروسی شهر کابل هستیم که در این اواخر سالن های عروسی هم غوغاهای برپا کرده و گاهی ممانعت های مختلف دیده میشه. اما امروز هتل عروسی که در این موقعیت قرار داره و ایجاد در حال تخریب سازی هست تا اینکه بتوانند سرک که از قسمت چهارراهی شهید الی قصبه وصل میشه برای مردم و وطندارای ما تا اینکه سرک وصل بسازند و کار جریان داره. بیم با هم صحبت هایی داشته باشیم با کسایی که در اینجا اطراف خانه های شخصی وطندارای ما که در چهار دو بغل هست در اطراف از این سرک موقعیت داره. اونا هم در حال تخریب سازی است و سرک مستقیم در خود قصبه وصل میشه. قبلا سرک در این بغل بود اما فکر کنم کفایت نمیکرده و این سرک بزرگتر ساخته میشه و شما هم شاهد هستین و بیننده هستین. من همراهی بکنین تا پای گزارش بریم صحبت های بیشتر بشه روی دوستا و وطندارا داشته باشیم. وطندارای مهربان، ببینید تعداد بیشتر دوستان این مصرف کار هستند و آینه های کنه یکی در قسمت از جمع آوری میکنند. به این پرسان بکنیم چند روز در کار اینا جریان داره و چه کارهای رنج انجام میدن؟ خسته نباشین. سلامتی. خوب هستین؟ امشالا سعدمند هستین. بخیر باشین. بخیر باشین. خدا یک معرفی کنین. نیست ما حمید از سامانگان هستیم. چی کار میکنین اینجا؟ ما تو کاروبار آینه میکنیم. کاروبار آینه میکنین. از هتل گرفتین امروز؟ بله. خب این هتل چپا میشه میگه؟ بله ها چپا میشه. چند روز شده کار جریان داره؟ اینجا دو شب روز میشه ما اینجا کار میجریان داره. این نام خدا تمامش کار کارمندای خودتون از دیگه؟ بله ها. یو اینا یا دیارا کوترایی گرفتین دیگه خریداری کردین؟ اینا تو تال مال ما هم نیست، مقصد کوتره است دیگه. کوتره جمع کاری داریم برای فیلم. دو روز شده گفتین تخریب شده. یه طرف دولت است دیگه؟ بله از طرف دولت است دیگه. بخیر باشین. چقدر خوشحال میشین وقتی که سرک آب مار میشه و شهر و کابل بیشتر بیشتر خوب میشه؟ انشالله انشالله از امارت اسلامی ما خوش هستیم. اینطور کار برای مردم مصیب شد و خوب است. آب سازی میشه، نو سازی میشه دیگه. وقتی مانده بچه های ما اینجا کار میکنه، روزانه کرچکش میکنه، بعض روزا یک ساعت دو ساعت برشان فایده میشه، بعض روزا همونطور خاله میگرده. این روز دیگه نام خدا کاروبار خوب شدن؟ این روز پس به خدا خوب است. کار ممشان مصروف هستن. بیا بیم شالا کار شد و که بنافع مردم باشه. تشکر. بخیر باشین. تشکر. سلامت. همراهی ما داشته باشیم وطن دارایی مهربان. پیش میریم همراهی دوستایی که خانه هایشان هست. همراه نوع هم صحبت های میرسه باشیم. Thank you.
مهربان اینجا هم که بینیده هستن خانه یک از هموطنان ما بوده که قبلا زندگی میکردن و فعلا هم تمام فامیلشان رفتن جای دیگه و در حال تکاری هست. ببینیم که چقدر زمین رفته در نقشه و چقدر سرک بزرگ ساخته میشه. شروع میکنیم صحبت ها را از میشه با برادر ما. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ انشاءالله خوب هستین. صدمند هستین؟ نه به پشتو که بزنید. خبر نیست پشتو خبر را کمینه بانید. خیر هستین من نه کور آباد بسرم دادی ما کور دا هم دا قدر؟ دادی ما کور دا نو دا غر راجی نقشه نقشه راجی قصبی توزی نو او دا ایمانان در توایم چی ما شل کالا مسافری کری او سم مسافری ما پشلو کارو لو که ما امداغ کور جول کریده. کجا بودین؟ کدام کشور مسافر بودین؟ ها؟ کدام کشور مسافر بودین؟ کویت که. دا کویت بودین؟ دا کویت مسافر استین. امی 20 سال امی کمایی ما بود. مزدور ارجای مزدور کار بودین. 20 سال زحمت کشیدین، تلاش کردین تای خانه را ساختین؟ این همی خانه را جور کنین. این امروز می خانه ما ویران شده. بازم ما خوش هستیم با پلان شهروالی و با سرکسازی. من تا امو حق حقوق ما را که بیتر چی گفتن وقتی که آمدن از طرف نایه و از طرف شهرواری کابل بر شما چی وعده دادن؟ اونجا گفت که حق شما ضایع نمیشه شما باید تای مراحل کنین اسنادای و چی تان به شما حق داده میشه توکل به خدا امارت اسلامی خو یک حکومت اسلامی است و حق مردم نخواهد خورد و حق مردم خوردن حرام است دیگه ناجایز است خدا کنه که به مو گپا و وعده خود وفا کنه انشاءالله حتما وفا میکنن ما جای دیگر هم شاهد بودیم که در حال تخریب کاری بودن و با اونا هم وعده دادن برای شما وعده پول نقد دادن یا زمین زمین خو همی تو وعده نداده گفت اگر زمین شد زمین اگر زمین نشد قیمت هم زمین میتونه قیمت زمین و خانه و فعلا فاملا رفتن جای دیگه خانه گرفتن اولا خانه که پیدا میشه اولا تمام کابل گشتن هر جایی که میری 15,000 20,000 30,000 تا 30,000 کرایه والا ما کرایه میچین نداشته موتر که خانه خود ببریم حال دیدم این سرای شمالی خانه رو گرفتیم همین زندگی میکنیم بیم داخل بریم که چقدر اتاق هست و چند بسمت زمین بود حاجی سیب بسمت خیلی سیب بسمت زمین هست با برادر اک جای زندگی میکنیم چه رقم؟ یعنی کل ما برادر هستیم چهار خانه است چهار خانه بسمت ما تقریبا هشت خانه داشتیم امی تشنابا و امی گراج تقریبا دو تا سی تا دکان داشتیم یکان چارده تا اتاق میشه بله. در خود نداری کردین مسافری کردین با مسافری کار کردن پیسا پیدا کردن چقدر سخت تمام میشه و امروز امو دستاورت دارم میبینید با چشم دارم که سر یک روپه ده قطره عرق ما چکیده باز گرمی کویت هم بسیار گرمی حال از پینجا کده بالاست پیسا کمایی کردن کار مفت نیست و خانه جور کردن هم باز خدا میدانه که ما صاحب خانه شویم یعنی بیا خدا بزرگ هستیم شالا بالا ما قسمت مهربانی بفرمایید دو صحبه از دراغ قسمت که دسته به مثل برادر ما ده ها خانواده دیگه در قسمت قرار دارن که یک سرپناهی داشتن که شب روز خود سپری میکردن در این شب روز اما نقشه دولت آمده و سرک پیمار میشه و اینا هم کار کردن خسته نباشین همه گیتا این همین زیرش نانوایی بود این همین خانه هست این همین تشنابش بود بله این همین بازیگه مانی بود این همین آشپزخانه شان هست و بود که تقریبا آشپزخانه این همین دیگه دلیل بود تشناب بود تمام چیز گفتین چهار برادر را یک جای زندگی میکردین آه اویلی ما هر کدامشان علایده علایده است بله از دولت چه تقاضا دارین و کسایی که ما شما را بینده هستن وطندارای ما که میدینده هستن خصوصا نیروهای امارات اسلامی و شهروالی کابل از مقام محترم شهروالی و حکومت اسلامی امارات اسلامی تقاضای ما هی است که ما را به حق خود برسانه اما حق ما را بیتر که حق ما ضایع نشوه و دیگه با پلان سرک خوش هستیم یک آبادی است یک سهولت است با مردم با ما سرک خوش هستیم من چیز پرسان بکنم قبلا جایی را که گرفته بودین وقت نقشه دولت نبود چاروالیش برش ما چیز نگفته بود که اینجا را خریداری کردیم و خانه مار کردیم زمین را که ما خریده بودیم خانه را خریده بودیم در وقت امارت اسلامی پیشین تقریبا 23 سال پیش 23 سال پیش این را خریدیم باز امر برق هم در او وقت گرفتیم برق به ما آمد و پلان نقشه پیش روی خانه ما می آمد
پیش روی خانه ما سرک می آمد. آلی خبر می شیم که 50 متر سرک که این نقشه را ایسو آورده سونی ما. که آن خانه همسایه ما هم نصف شا می ره. از شما خواهی چیز نمی مانه؟ از ما خواهی چیز نمی مانه. از همسایه هم نمی مانه. این سرک وصل بشه به خود قصبه؟ به قصبه. بخیر باشین. تشکر. انشاءالله روز شب ببینیم خودتانم با خانه و زندگی جدید زندگی را آغاز بکنیم. تشکر. یک جان همراهی داشته باشیم. مثلا داره میره مال ابو سمت در حال تخریب گری هستن و خانه شان تخریب میکنن. ابو در و دروازه و اینا را که دارن بتونن یک مقدار پول برشان شود تا چند روزی که جای کرای زندگی میکنن و کرایشون اگر پورا بکنم. امیدوارم که دولت ما و افغان شاربالی کابل زر چیز دوتر به نقد دام بکنن، چون اگر یک تعداد هستن اگر توانایی داشته باشن که میتونن ره خانه بگیرن زندگی خود پیش برن. اما بازم یادآوری میکنم قبلا گفتم که یک تعداد خانواده هستن که زنان و شب و روزشان برماندن. کار خوبه هست، کار نیکی هست که وقتی که سرک آباد میشه و همه که خوش میشه، اما در قبال این وطنداره ما رو هم بد نظر میگیره. دنبالمون بکنین انشاءالله پیش بریم که دیگه وطنداره ما صدای ما رو هم با هم یک جا بشنن. در این شب و روز در ضمن که تخریب کاری در نقاط مختلف شهر کابل جریان داره، یک تعداد هم گفتم میتونیم که کاروبارشان هم خوب است و میتونن که از این قسمت چیزایی که باقی مانده از کلکین و دروازه تمام چیز هستن کسایی خریداری میکنه، که از جمله یکی برادر ما هست که سر ساعت همراه ما قرار داره، همراهش صحبت های میکنیم ببینیم که از کدام قسمت ها رو بیشتر جمع کردن و کدام قسمت ها بیشتر تخریب شده و سرک و امار میشه. خسته نباشین. خوب است بیدن. خوب است انشاءالله. صدمند هستین. سلامون. اول نامتون رو بگوید. امیر محمد است. امیر محمد. در این شب و روز بیشتر چهار سمت بیننده هستن که تخریب سازی صورت میگیره و سرک امار میشه، خوشحال میشین یا خفه میشین؟ والا دو گپ هسته که از یک طرف اونمورا چیزایی که تخریب میشه ما میخریم نه دکان پس بفروشیم، دوم دیگه که مردم میبینی که خانه هاشون تخریب میشه بسیار هم چیزی که اگه ما فایده هم داشته باشیم و مو هم در جان ما نمیشینه، به خاطر که مردم به خانه شد و به جای شد کالایشان کلا دیگه خراب شده نمی حالتشان. چه چیزا رو شما اینجا میبرین؟ وا می کلکین دروازه گاده چوب این چیزای شما میخرن از دوباره به مردم برای فروش؟ بله. عزیزم بگوین ده شب و روز مردم بیشتر میخرن یا مفروشن؟ والا زیادتر فروش است، به خاطر می سرکا در چند قسمت که پلان سرک است که اونجا بسیار تخریب کاری زیاد است، مواد بخی زیاد است، کسی قباز فروشش نیست، فروشش وقدر نیست، مردم توان خریدن هم نداره. نداره نه دیگه، در این حالت کی بخره خانه جور کنه؟ اینه که شما جمع میگین شاید دیگه دکان و انگل پر شده باشه؟ گادم والا هم تو گودام پر شده دیگه. تو پر شده روز مبادا نگاه کنید. والا دیگه توکلمو به خدا که چی میشه بی بشک خدا ان میرم. کدام سهار شما جمع آوری کردین بدون چوری قنبر تا سر کوتل سرک میره، اونجا ما تخریب داشتیم، نشیرپور هم داشتیم، اینه در ایچاره شهید هم داریم، در کتل داشتیم، اینه میشه در نوابات داشتیم. بله ها. بخیر باشین. پیامی داشته باشین، گفتنی داشته باشین میره بانیم؟ والا دیگه کدام گفتنی ندارم، اینه میگفتنیست که این مردم های که خانه شان تخریب میشه بایست تاوالی براشان نداده واده کتشان کده، اگه غم این مردم ها را بخوره که والا اگه کرای موتر را نداشت زیادترشان کمی کوچ خود انتقال بده، اگه خانه بگیره و کرا بده او را خوب یخی نداره. بخیر باشین. سلامت. امرای من داشته باشین دوستان. ما میبینیم که تعداد زیاد دوستان و وطنداران هنی لحظه در حال تخریب کاری هستن، کسایی که مالکین خانه هستن یک حالت دیگه دارن، چهره هایشان ضعیف و پژمرده و با گفته آجی صاحب برادر ما که گفتن 20 سال زحمت کشیدیم در سر هر افغانی که ما به خانه ما مصرف رساندیم 10 قطره عرق رفته، باقی که پیسه پیدا کردن بسیار زیاد مشکل است و یک حالت دارن که پر از استراب و تشویش و پریشانی، خودن پریشانی و درد و غم از وطن ما دور داشته باشه. دنبال ما ده هستین دوست عزیز، قسمت ها دکان های بود که وطندار های ما دکان داشتن، کار میکردن، نانبایی و خیاطی و بخش های مختلف و عقب از این کسای زندگی میکردن، فامیلا بودن و یک زندگی داشتن که
شب روز خدا سپری میکردن. با مامو جان هم دیده که صحبت بکنیم. السلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین انشاءالله؟ سعدمند هستین؟ بخیر باشید. خانه هست خود هست یا از همسایه ها؟ نه ما فقط چپکدن زیر گرفتیم. خانه از این وطن دارست، از این یافت، از این یافت، از چرت بیادرست، خانه از یافت. از یارا به خاطر تخریب کاری گرفتیم؟ ما فقط این چوب دروازه و کلکین و گیاشو به خاطر چپکدن نیم را گرفتیم. ما چی باشه میکشیم؟ چی باشه میکشیم؟ چند روز شده اینجا کار میکنین؟ ما دو روز کار میکنیم. دو روز شده کار میکنین؟ تنوز هم خلاص نشده؟ نه تنوز هم خلاص نشده، شاید یک دو روز دیگه هم کار بکنه. به خاطر کار دیست هست دیگه، اسکاواتور نیست. یک اسکاواتور اگر بیاریم اینجا 10-15 هزار دیگه و چیزی بریم ما نمیمونه. چطور از غریبی میشه نمیشه با این چیزایی که میبرین؟ یک چیزی ناچیزی میشه، غریبی اتجا دار، مجموع کار نیست دیگه. مقصد اونم که روز گذرانی میشه دیگه. شب روز سفری میشه. خدا رو شکر دیگه. تماشا داشتی با کدام فکر بودی؟ با چی فکر داشتی؟ تو بسیار هم تو تماشای خاصی داشتی میسم. تماشای خاصی به این داشتیم که نیمی خانه دروازه ورسی و چیزای ما رو یک تعدادش ما شاندیم و اینجا نجاری ما شد. قبلا شانده بودین؟ قبلا یک 4-5 سال پیش زیادتر. یعنی نظر ده او کارا که فکر کنی این مردکه 40-50 لک روپه خانش ده تا 1 لک روپه میبره این چیزا نمیشه توان و چور دینیمی هستیم که مردم اینه در بدر توان میکنه. بیا خدا بزرگ هستیم. سلام خیر باشین. سلامت سلامت. عزای دل آجیس بزرگوار مالک خانه هستن و فعلا گلون خود تازه میکنن. نوش جانتان تشکر. گلون خود تازه کردن و حتما همراه ما هم صحبت هایی دارن. انشاءالله آجیس خسته نباشن. زنده باشن. خوب بسیر انشاءالله. بفرمایید. شما جان این طور بردم سرک همه دولت زیر زور دولت تو کس نداره. دولت بجای پدر و مادر آدم است. یار ظلم کنم میشم میتنه و اگه سر رحمی هم کنم میتنه. این چارون صد خانه اینجا کلی بیران شد تا لبی تا قصبره. چون شب خانه بیارم شب میگم ما پیسه میتونیم دیگه معلوم نیست خانه رو مال دو تراکتور آمده بود خانه رو زد دق دق خد دیگه مردم بیچاره تشویق غیب مردم از حضور در خط دولت دولت نمیرسه همه بیاره کنی مردم اون چپا که تابه دیگه پیسه ما خانه رو دیگه ما پیسه میتونیم معلومات چی نیست که میتا نمیتا دیگه مردم حضورش در دولت نمیرسه دیگه چی کرد یادوری کردن که دولت هم ظلم میکنه هم سلیره هم اول ظلم کردن بالای شما سلیره هم این طور است که دیگه این رو خانه که بیارم شد دیگه این رو ظلم میگه سیده رو هیمی هرچی که میگه خانه رو بیارم کسی ما در قبال از اینکه خانه و ایران میشن میگن سرک آباد میشن سرک آباد میشن سرک آباد شد مخالف سرک من نیستم اما یک خود مردم خود میتر زمین بیردم بیتر خانه بیردم قبلا آگاهی داشتن نداشتن اینجا خانه ساختن شما و اینجا خریداری کردین اینجا خود این تو بود که سبک کنه که دشت بود اما اونجا ما خریدم اما عبادی سری ما شد علی احمد مفتی کرد که وقتی موقع پیدا شد زمین قیمتی شد من سبالی با دولت تقیه کرد اینجا چقدر زمین چند به سوار افتاده نشه ویسه این میکنه اینجا کلی زمین این خانه کلی شد سی بیس فوق جاست اجازه هست بریم برو وی بیس که شد خب امروی داشته باشون آجیسه بی امروی ما یک جا سیاسه رو خونه زمین شده کلی گرفتن خسته نباشین خودتم جواب خوب است ان شاء الله صدمن نام مقبولتان احمد اسماعیل اسماعیل خانه از خودتان است نه ما مسئول تخریب هستیم مسئول تخریب هستین شما اینجا گرفتین همین جای گرفتین تخریب میکنین خانه از دوسه بیچاره از دوسه بیچاره چی کشیدین این اسوی خانه اینجا در چوب است کلکین است تخته مخته است دیگه نمیاره میبره نمیاره میبره چطور است باز میشه اولشون یک چیز یا نمیشه یا قیمتش هیچ چیز دیگه نه دیگه این قیمت نداره نمی خانه شاید 3-4 لک مصرف کرده باشه 50000 وانی سال 40000 وانی سال 40000 وانی دیگه هر چی کشیدین از خودتون هر چی کشیدیم از خودمون باز از 40000 افغانی شما هم میتونین چیز جور بکنین یا خیر دیگه مالی چند نفر کارگر آورده بودین کارگر است کار میکنه کارگرا مربوط شما میشه بعد مربوط شما میشه 3 نفر کارگر بودین چند روز کار میکنین من امروز روز اولشون است امروز روز اول است تو کینو دروازه بیارم کشید کینو دروازه اون چیزا شه کشیده است نه باش کوی سیوان کارگر خدا را بر رفت اینا چند سال پیش ساخته بودین اون چیزا میخوان را این خانه رو ما خریده بودیم خریده بودین خودتون چند سال پیش خریده بودین تقریبا 15 سال میشه 15 سال دسکاری نکردین چقور بود خامه بود پر سمت کردیم جور کردیم انا چقور بودین دستم چیندم سمت دیگه بخیم ایدا نمیشد دیر دیر خانه را جغرا سال چیندم قرآن کردیم با سرش اینا خوب سمت تا نخن سرش این تشنبار جور کردیم دیگه جور کردیم دیگه جور کردیم پنجا زیر آباد مصرف کردیم سرش خامه خبی مصرف کردیم تو نه بود دیگه نری اون چپا کردن داداش من فقط 400 خانه است 400 400 خانه امروز به جای شده به جای شده کلی در بدر و اواره و خاک باشه از خانه دیر دماجت دو سه نفر زوخ کرد سه سرا زوخ کرد مرد زوخ کرد بیچاره بود غریب بود همین صاحب خانه بود صاحب خانه بود به مجلس تمام بود مجلس نور اسلام بیچاره زوخ کرد نفتیدن
یه پیسه می گفتن و خب میگه کجا بریم نه جای در خیمه داریم کجا بریم این خانه که براش خوینی خانه گلی بود یا جنا پردی دارش میشد ریکاد ما را بیکس او جینش کجا بریم راست راست گپ تر مجاز بریم ان شاء الله دعا میکنیم که بزودی به طرف شما هم ببینن دولت تو پدر مادر ما است که زور میکنم بیا تنها که ظلم میتنم میکنه اگر رحم میکنم مر کار خودش از نه خوب مردم خود بیچاره است در بدر خاک بسر کلی از میخ شد کردم هتل بیبی تا خسر قصبه 4500 خانه نه 500 خانه می راست میگین تشکر از شما ایسب تشکر خدا ان شاء الله بزرگ است خدا مهربان است بشک خدا بشک مهربان است که سلا رحمی میکنم دلش نمیکنم دلش ان شاء الله وعده دادم میکنن خب وای وعده شون کمال کردن سرا جور کردن حتما وعده شما را پر میکنن سرا خوب بهترین کار کرد تو لکه باشه مردم هم در حقوق رسن زمین دولت بشه زمین هم در جای زمین غصبی هم در بر مردم بیت به دولت چی میکنه زمین راست میگین بیچ زمین غصبی رو نداره مر بر مردم بیت چی میکنه بیا ان شاء الله قدما اگر صدا رو بشنون شاید چیز ما در نظر بگیرن خیر باشین تشکر اما قسمی که آجیسه بیداری کردن 450 خانواده در اینجا بیجای شدن و امروز در خانه های مختلف کرایی زندگی بیکنن خانه کجا پیدا میشه؟ یک خانه پیدا نمیشه مردم پایش نوله که 20-20 رو میشه مردم چند روز پشت خانه در والدی؟ این تبایی خانه خانه هفتیم در خانه خونیم آن کجا زندگی میکنیم؟ همین تو بردیم خاله در جلال آباد بردیم جلال آباد بردیم بعض در خانه وطنی بردیم خب بیجا رفت دیگه خود جاییش کجا بریم اینجا؟ آها راست یک نباشه سردش خوره میشه که سردش خواب کنیم خدا ان شاء الله خودش اکرم میکنه بالا ان شاء الله خدا سر کل مسلمانا رحم کنه ما باشم نباشم سر کل خدا رحم کنه تو سو وطن دارا همه مون داشته باشین ان شاء الله هستند هموطنان مهربان قسمی که شما گزارش دیدین و با هم یک جا شنیدیم که تعداد 450 خانوادهی که از قسمت چارای شهید الا چار سرک قصبه سرک جادی که جدیدن وصل میشه به مسافه 50 متر 450 خانواده بیجا شدن و در نقاط مختلف شهر کابل بعض جایشان که توانایی نداشتن در پس دوباره در ولایت خود رفتن و اینجا هم که میبینین خانه های بود که قبلا وطنان ما در اینجا زندگی میکردن اما امروز آواره و بیچاره در پشت خانه های مردم رفتن و بعضی هاشون باز میداریم این کراه و بعضی هاشون رفتن پس دوباره در ولایتشان در قسمت در قبال این همه تخریب هایی که صورت گرفته دولت برشان با وعده داده یا که پل نقد یا که دوباره برشان زمین تسلیم میکنن دیده شبه که بشین نتیجه میرسن و تصمیمشان چوق برجا صورت میگیره اما جاده که وصل میشه یا سرک که وصل میشه در حال تخریب کاری هستن تا که بتونن سرک وصل شود ما هم گزارش داشتیم از اینستم تا برنامه بعد و دیدار بعدی شما را به خداوند یک تاب نیاز میسپاریم شب روزتان خوش خدا نگهدارتان تشکر از تک تکتان که تا دیدم گزارش شما را همراهی کرده خدا نگهدارتان